درود به شما براندازهای عزیز. روز یک شنبه 9 مهر ماه سه تا زن چادری در سکوی متروی میدان شهدا بر سر حجاب اجباری با آرمیتا درگیر شدند. بعد از اومدن قطار اونها زودتر وارد واگن شدند و به محض ورود آرمیتا گراوند یکی از اونها بهش گفت برو بیرون و اونو به شدت به عقب هل داد. سر آرمیتا به لبه درب قطار برخورد کرد و متاسفانه ضربه مغزی شد. بعد از بررسی‌های دقیق مشخص شد که زارب یه زن 37 ساله به اسم بهاره جنگروی بوده، کسی که سابقه 10 مورد درگیری با دختران به بهانه امر معروف داشته که موجب بازداشت تعدادی از اونها شده. گزارشات این فاتی کماندوی خامنه ای تا امروز باعث پلمپ 10 واحد صنفی در تهران شده. بهاره یکی از نیروهای شاخص و شناخته شده ستاد مرکزی امر معروف و عضو رسمی سپاه تهران. امروز اولین تصاویر از مصاحبه بهاره بعد از کشتن آرمیتا گراوند منتشر شده که در اون گفته حالش این روزا خیلی هم خوبه. که حال همه دختران انقلاب خوب میکنه، حضور پررنگ خانواده های شهدا توی دختران انقلاب و حمایت خانواده شهدا از دختران انقلاب. اینو چرا گفتم؟ میخوام بگم بچه های ما هر روز چه تو کار فرهنگی چه الان که تو بحث سلامت ورود کردن، هر روز به نیابت از یک شهید قدم میذارن. پس قطعا وقتی حضرت آقا توی اول فروردین اعلام میکنن که احتمال حمله بیولوژیکی هستش، دختران انقلاب دل تو دلشون نبود که آقا گفتن حمله بیولوژیکی، ما زن هستیم، دختر انقلاب هستیم، ادعای این هستیم که حاضر برای انقلابمون جونمونو بدیم. پس وارد عرصه شدن. در کنار این یه اتفاق مهمی چند روز قبلش افتاده بود که ما یه آمارگیری کردیم، با گروه‌های جهادی صحبت کردیم، دیدیم واقعا خانواده‌های بی‌بضاعتی وجود دارن، نه تو روستاها، تو همین تهران، که حتی یک ماسک یک بار مصرف هم توان خریدش رو نداشتن و به دستشون نرسیده. خب این دوتا در کنار هم باعث شد که دختران انقلاب به وظیفه خودشون میدن وارد عرصه شن. چرا؟ چون مثل زمان دفاع مقدس که زنها پشت جبهه پشتیبانی میکردن و وسایل رو میفرستادن برای رزمنده ها، اینجا هم دختران انقلاب باید ورود میکردن. اما یک تفاوت داشت با زمان جنگ. زمان جنگ خانم ها پشت صحنه بودن، یعنی آسیب پذیریشون خیلی کم بود، ولی امروز دختران انقلاب وارد خود خط مقدم ما شدن. امروز مردم دارن میدونن همون دختران انقلابی که تو جبهه فرهنگی دغدغه حجاب و امنیت اخلاقی مردم داشتن، همون دختران انقلاب امروز دغدغه سلامت مردم رو دارن. بذارید اینجوری تموم کنیم: دختران انقلاب مدافعان حریم دیروز و مدافعان سلامت امروز. رضا کیانیان بازیگر سرشناس ایرانی در مصاحبه‌ای جزئیات صدور حکم اعدام در روزهایی که وحشت خمینی همه جای ایران رو فرا گرفته بود افشا کرد که خیلی مورد توجه قرار گرفت. من قبل از اینکه دستگیر بشم محکوم به اعدام بودم. خب من با حکم اعدام داشتم می‌چرخیدم این دنیا. بعد یه روز توی اوین من مثلا 4 ماه و نیم توی 209 تک سلولی بودم. 4 ماه و نیم توی یه سلول بودم. بعد دیدم که همه رو جمع کردن که بریم. وقتی همه گفتن وسایل رو جمع کن بیا بیرون، یعنی که اعدام. خب بعد رفتیم دیدیم نه، همه اینا رو بردن یه جایی جمع کردن که بعدم دیدیم حسینیه است و بعد فردا تقسیم بندی کردن هر کسی رو فرستادن به شهر خودش. بعد فهمیدیم آقای منتظری اومده، لاجوردی رو عوض کرده، تمام اون حکام شهر رو عوض کرده. از اون یکی که من حکم اعدام داده بود منو بردم برای محاکمه، یا آقای بود به اسم آقای مصباح. گفت تو وقتی میخواستم بگیرنت فرار کردی، درسته؟ چون من فهمیدم میخوان ما رو بگیرن. گفتم آره. گفت این یک سال حکم داره. به من اینجا که چی داره میگه اصلا؟ گفت تو شناسنامه و پاسپورتم جعل کردی، درسته؟ گفتم بله. تو من این کار میکردم برای گروه. گفت اینم 2 سال حکم داره، 3 سال بفرمایید. راه گفتم مثلا اشتباه کرده این حتما. گفتم ببخشید شما فکرم اشتباه کردید، شما حکم اعدام بود. بعد گفت میدونم این پرونده فلانی که تو حکم اعدام داده اینجوری اینجوری اینجوری، ولی تو به لحاظ قانونی 3 سال حکم نه اعدام. بعد گفتش که پسر یادت باشه تو میتونستی این در میز باشی و من اون در میز باشم. در نتیجه ما باید همیشه یک به صدا چیزی داشته باشیم که همه بتونیم به اون آویزون بشیم و اون قانون هست. خب من که تو قانون گفتم خب پس من تفکراتم که اینجوری بوده، چون گفت خب بوده، منم تفکراتم که دیگه بوده. اگه اونجوری باشه پس منم باید محاکمه کنم که تفکراتو داشتم. تفکر که
به صدا چیز نداره، حکم نداره. خب من فکر کردم که وارد مثلا دوران جدیدی شدیم، چون تو زندان هم اصلا خبر نداره که بیرون چی میگذره. شجاع ایرانی ثابت کرد که خامنه ای رو بهتر از هر کسی میشناسه. بابک درست قبل از بازداشت حرفای خیلی مهم میزده و سعی کرده همه سناریوهای ممکن رو برای به قدر رسوندنش به روی ضحاک جمهوری اسلامی ببنده. خدمت دارزم، خب ما رو خواستن، اینا تماس گرفتن امروز ساعت 12:00 ظهر بود که فردا ساعت به صلاح 8 صبح دادسرای اوین باش با کارت ملیت. خب بعد یعنی اینکه من حتی وکیل و مکیل و اینا هم نمیتونم بیارم. سوالم پرسیدم که میتونم کسی رو بیارم، گفتن نه خودت و اونجا باش. حتی اونا نکردن که چه شعبه ای مثلا بیا فلان شعبه. معمولا بنا به تجربه وقتی اینجوری میگن میخوان بگیرنت، یعنی اگر شعبه دادگاه تعیین شده باشه، خب مثلا چون سنا نمیاد برای امنیتی ها اینجا سنانه میاد تماس میگیرن، ولی تماس میگیرن مثلا میگن از دادگاه تماس میگیرن، رابط تماس نمیگیره. دادگاه میگه فردا فلان روز ساعت چند فلان شعبه دادسرا. خب نه، به من گفتن فردا دادسرای اوین، یعنی تعیین شعبه ای نشد و این برای من به معنی واقعیت بازداشته. و ولی خب نمیدونم، حالا بازم چیزی که من بنا به تجربه سریای قبل و دوستان دارم میگم، حالا فردا باید برم ببینم وضعیت چطوریه. اگر آمدم تا زور خب میام، اگر نیامدم که قطعا خب من پیج اینستان و توییترم رو دادم تحویل یکی از نزدیکان و در کنترل اونا هست، پسوردا رو سریعا عوض میکنن دیگه، در اختیار اونا هست و اطلاع رسانی میشه. ما هم اگر برگشتیم بعد نگشتیم که فدای سر واقعا همه تون و ایران و آزادی و کشوری که ما، من اعتقاد دارم برنده این بازی ما این تش واقعا اومن. این بازی هنوز صدای زنگ پایان بازیش نیومده، صدای سوت پایان بازی نیومده، زمانی میاد که مطمئنا ما جلوییم و پیروزیم، اینو شک ندارم. امیدوارم واقعا باشه اون روزی که همه میکنارم برای این آزادی ما باید باها بدیم، منم میدم، هیچ بحثی توش ندارم. یه چیز مهمه اونم این که من اگر رفتم اونجا و بعدا فایلی بیرون اومد، حرفی بیرون اومد، از من تصویری بیرون اومد، قطعاً من نیستم، قطعاً فشاره، چون منم یه آدمیم با یه گنجایش تحمل فشار. اگر چیزی غیر از این از من بیرون اومد، مطمئناً زیر فشاره. من هیچ کاری نکردم، هیچ مقصر رو هیچ واقعاً هیچ کاری نکردیم جز همین حرفایی هم که در فضای پابلیک میزنیم، انتقادهایی که داریم از این سیستم، از این وضعیت، و صحیح و سالم دارم میرم، جسمی، روحی، فکری. اگه اتفاقی هم برای من بیفته بگن نیستش، اینجا نیومده، نمیدونم سرش درد میکرد، نه من نه، همه چی ممکنه واقعا، و سالم دارم میرم و امیدوارم برگردم سالم. دمت گرم، دم غیرتت گرم که وایسادی تو ایران داری مبارزه میکنی. اینو من بارها گفتم، خودت هم میدونی، من احساس شرمندگی میکنم. خیلی بزرگ مردی بابک، فردا زور منتظر تماست هستم. ایشالله امیدوارم واقعا که برگردیم و ببینم دوباره. من نگشتم هم که دیگه، در حال شمایید و فضا و هرچی شد دیگه.